دوستان، با آخرین قسمت آموزش نرم افزار مایکروسافت اکسل در خدمتتون هستیم. در جلسه قبل با تب دیولوپر و ماکرو آشنا شدیم و گفتیم که اگر تب دیولوپر رو میخواستیم بیاریم باید میرفتیم تو قسمت فایل آپشنز در قسمت کاستومایز ریبون و تیک تب دیولوپر رو میزدیم و اوکی میکردیم و آنگاه یه تبی مثل این باز میشد که تب دیولوپر هست و از اون میتونیم واسه استفاده از قابلیت های بیشتر اکسل و همچنین برنامه نویسی توی اکسل استفاده کنیم. خب حالا در این جلسه میخواییم یه کد ساده رو با هم دیگه بنویسیم، یه برنامه ساده رو در اکسل بنویسیم که بیاد این اطلاعات رو که کاربر در اکسل قرار میده رو بگیره و وارد این تیبل خودمون بکنه. خب این کد خیلی راحتی هستش و لازم به ذکره که ما در اینجا نمیخوایم همه موارد ویو یاد بگیم. ما فقط میخوایم به صورت کوتاه و در ظرف چند دقیقه وی ای رو نگاه بکنیم و ببینیم که چه قابلیت هایی داره و چجوری میتونیم از اون به راحتی استفاده کنیم. خب پیش از اینکه شروع کنیم باید بدونیم که وی ای مخفف ویژوال بیسیک فور اپلیکیشن هست و محیط برنامه نویسی برای بسته‌های نرم افزاری آفیسه و در همه بسته‌های نرم افزاری آفیس وجود داره، مثل ورد، پاورپوینت، ویزیو و غیره، اکسس و غیره. خب حالا اگر بخوایم یه چنین کدی رو با هم بنویسیم نیاز داریم که کاربر ابتدا دکمه ای مثل ثبت اطلاعات کلیک کرده و پس از اینکه این کلیک انجام شد، یعنی این حرکت رو انجام داد، این دیتا بره توی تیبل خودمون بشینه و پیامی مثل این بیاد برای ما که بگه دیتا سابمیت شدش و ما بتونیم اوکی کنیم و بدونیم که دیتا توی جدولمون قرار داده شد. اگر من بیام الان برای اطلاعات آقای بهنام بهبودی باید اطلاعات ثبت شده باشه که میام توی دیتا تیبل میبینم که بهنام بهبودی اینجا ثبت شده واسه ما. خب حالا بیایم واردش بشیم. من توی حالت دیزاین مود قرار میگیرم، این دوتا دکمه رو، اینو نه اون یکی رو پاک میکنم. خب واسه اینکه یه چنین چیزی رو بنویسیم فرض میکنیم چیزی وجود نداشتش، تو قسمت insert توی ActiveX controls یه دونه دکمه باتم رو میگیرم و میام اینجا یه دونه به اندازه دکمه‌ای که میخوام دلخواه خودم میکشم و یه چنین دکمه‌ای رو واسه من قرار میدم. خب من همینجا میتونم تکس اونو عوض کنم و همچنین فونت اونم عوض کنم. اگر این دکمه رو کلیک کنم روش پروپرتیز رو بزنم، تو اینجا میتونم اسم اون که کامن باتون یک هستش رو تبدیل کنم به هر چیزی که میخوام. فقط خاطرتون باشه چیزی که اینجا دارین تغییر میدین لزوما این چیزی که نشون داده میشه نیست. این نامی هستش، نیمشه، که ازش توی کد استفاده میکنه و بهش رجوع داده میشه. خب ولی من اگه بخوام چیزی که اینجا نمایش داده میشه رو عوض کنم، این نیمشو بهتره که انگلیسی هم بذارم، ولی کپشنشو اگه بخوام تغییر بدم، یعنی چیزی که اینجا نشون داده میشه، میتونم اینجا ثبت اطلاعات رو بنویسم به فارسی و میبینیم که اینجا نشون داده میشه. خب فونتش هم میتونم اینجا تغییر بدم که قبلا حالا چون من نوشتم بی تیتر بوده، میتونین شما هم عوض کنین بکنین بی‌نازنین یا هر چیزی که میخواین. من حالا همون بی تیتر. همینطور رنگ اونو میتونین عوض کنین و رنگ‌هایی که اینجا میبینین رو میتونین انتخاب بکنین. خب حالا من همین رنگ رو قرار دادم. پس اینجا میتونستم تکستمون و فونتمون و نمای ظاهریش رو تغییر بدم، درسته؟ خب حالا بیایم وارد وی بی ای بشیم. من میتونم به دو طریق وارد وی بی ای بشم، یا دابل کلیک کنم اینو که خودکار میاد اینجا و وارد وی بی میکنه منو و حالا کدی که نوشتم رو داره نشون میده به من، درسته؟ یا اینکه میبندم میام اینجا ویژوال بیسیک رو میذارم. خب ویژوال بیسیک رو هم بزنین این کد رو که حالا کدش رو به شما نشون میده، یعنی وارد محیط وی بی ای میشه. خب بزنین وارد محیط وی بی ای که میخوایم بشین، من یه چیزی که خالیه مثلا اینجا وارد محیط شد، یه چنین چیزی اول از همه میبینین خالیه، خالی میبینین، درسته؟ من تو قسمت چپ وی بی ای پروژکت رو که اگه ببینین فایل وی بی ای که باز هست رو میبینم. اگر شما یه اکسل دیگه باز داشته باشین که تو اون هم حالا کد نوشته باشین، اگر هم ننوشته باشین برات نشون میده که مثلا میگه مایکروسافت اکسل آبجکت، ناکنی اینجا اسم اکسل من رو دارین میبینین. خب اگر یه اکسل دیگه هم داشتین پایین ترش باز میشد. خب
پس اینجا شیت های من هستش، خود ورک بوکی که دارم باش کار میکنم، خود کل اکسلی که دارم کار میکنم و من کد ها رو میتونم اینجا تو هر کدوم از شیت ها بنویسم. خب وقتی که من یه دونه کامنت باتم ایجاد میکنم، وقتی که اینجا و روش دبل کلیک میکنم، این قسمت رو من کات میکنم، به این صورت واسه من یه نمای خالی پرایوت ساب کامنت باتم 1 آندرلاین کلیک رو قرار میده که داره نشون میده با کلیک کردن اینجا میتونیم تغییر بدیم، که میتونیم بگیم که ماوس بره روش یا هر کار دیگه اگر خواستیم دابل کلیک انجام بشه روش، ولی به صورت پیش فرض کلیک کردنه که میگه با کلیک کردن این باتم و کدهایی که اینجا نوشته خواهد شد اجرا میشن. خب من این کدها رو اینجا واسش نوشتم و میایم با هم دیگه این کدها رو نگاه میکنیم که به چه صورت هستش. خب اول از همه من بهتون بگم که VBA یک محیط برنامه نویسی بر اساس رویدادها هست. از اونجایی که ما میخوایم اینجا به صورت کاملا خلاصه فقط با VBA آشنا بشیم و بتونیم کدهای ساده ای رو بنویسیم، نمیخوام وارد مفاهیم کلی و اصلی VBA بشم و فقط میخوام بهتون یاد بدم که چجوری توی این محیط کد مینویسیم. درسته؟ پس من میام اینجا بهتون بگم که یه دونه ساب دارم، یه دونه فانکشن دارم، خب که من اینجا فقط از ساب استفاده کردم و فانکشن استفاده کردم. من میتونستم اینجا به جای پرایوت ساب بنویسم پرایوت فانکشن، که فانکشن تفاوتش با ساب اینه که ورودی میگیره و خروجی میده، اما ساب فقط یک سری عملیات ها رو انجام میده و من اینجا میخواستم یک سری عملیات انجام بدم. خب حالا قبل اینکه وارد این کد بشیم اینطوری بهتون بگم که VBA به صورت خط به خط میاد پایین دیگه، یعنی برنامه اول میاد از این بالا شروع میکنه، این رو میخونه، بعد میاد اینجا، بعد میاد اینجا، بعد میاد اینجا. البته این رو نه، وقتی که اینجا اجرا میکنم از اینجا شروع میکنه، اما چون این متغیر گلوبال هستش که حالا جلوتر تعریف میکنم، این رو اول میخونه. خب حالا واسه اینکه این پروژه رو بهتر بفهمیم، من یه نموداری رو تهیه کردم که با دیدن اون شاید بهتر بتونیم متوجه بشیم. خب من این نمودار رو تو ویزیو کشیدم، شما میتونین اگه با این نرم افزار آشنا هستین و میخواستین یاد بگیرین، در حال حاضر یه دوره آموزشی نرم افزار ویزیو و فرآیند ها وجود داره که به صورت کامل این نرم افزار رو یاد میده و همچنین یه دوره آموزشی دیگه تو سایت دیاکو هستش که برنامه نویسی توی ویزیو از طریق وی بی ای رو نشون میده و شما اگر خواستین با وی بی ای هم بیشتر آشنا بشین، تفاوت خاصی بین وی بی ای اکسل و ویزیو وجود نداره و میتونین از اون هم استفاده کنین. خب من این رو به شما نشون بدم. اول از همه کاربر میادش دکمه اطلاعات رو ثبت میکنه، یعنی من میخوام دکمه اطلاعات ثبتش رو بزنم و دیدین که اونجا با کلیک کردن گفتم اون برنامه ران میشه. وقتی که ران شد متغیر تعریف میشه که همون گلوبالی که هستش، یه متغیر اونجا واسش تعریف کرده بودم که حالا جلوتر میگم متغیر چیه. خب بعد میاد که میگیم کدوم جدول میخوام جدولمو بشناسم، میام میگم من یه جدولی دارم که میخوام اطلاعاتتون ثبت بشه، پس جدولمو به وی بی میشناسونم. بعد به وی بی میگم بیا ببین خالی هست جدولم، آیا تا حالا اطلاعاتتون ثبت شده یا نه. اگر ثبت شده بود، خب اگر ثبت شده بود یعنی جدول خالی نیستش، خب پس این خیر میشه. بیا اون تو ستون ردیف، یادتونه من ردیف داشتم که 1 2 3 4 5 6 7 الی آخر رکوردام میرفت، بیا اونجا بذار 1 به اضافه اون قبلیش که بگم یه رکورد بیشتر ثبت شد. حالا اینا رو عملی با هم میبینیم. بعد اگر جدول خالی بود اون اولین رکورد من هستش، بعد تو ردیف 1 رو قرار بده. بعد اینکه شماره رکوردم تعریف شد، بیا اطلاعات در اون فرم رو بگیر و تک تک بذار توی جدولم تو جای مناسبش، بعد پیام پایان رو بده و تموم بشه بیا بیرون. خب این فرایندی هست که با هم میخوایم بنویسیم. خب بریم توی اکسلمون، بریم به ترتیب شروع کنیم. من میام اول یه متغیر به نام تیبل مای تیبل تعریف کنم. متغیر چیه؟ متغیرها فضایی از حافظه هستن که هر چیزی رو توش میتونیم قرار بدیم، مخصوصا یه عدد به طور مثال، یه تکس و یا یه دونه آبجکت، یک شیء. برنامه نویسی تو وی بی ای بر اساس شیء هستش که حالا ما وارد تعریف شیء ها نمیشیم. شیء رو مثل یه شیء عادی در نظر بگیم، مثل لیوان، مثل تلویزیون، هر چیزی که هست. من اینجا حالا یه شیء لیست دارم که لیست آبجکت هستش.
تیبل ها و جداول به صورت شی های لیستی توی اکسل ذخیره میشن و این جدول من یک شی هست به نام لیست شی. خب پس من یه دونه متغیر مای تیبل به نام لیست به صورت لیستی دارم، خب که یعنی جدولی دارم. پس اینجا من فهمیدم که یه متغیر دارم، متغیر رو با دیم اسم متغیر به صورت لیست آبجکت. اگه من میخواستم به صورت مثلا اینتیجر تعریف کنم، یعنی عدد صحیح، مینوشتم اینجا اینتیجر. خب اگه کنترل اسپیس رو بزنید اینتیجر رو قرار میده، اینتیجر واسه عدد صحیحه. خب ولی واسه وقتی که بیشتر لیست کنترل ها، یعنی یه آبجکت رو میخوایم تعریف کنیم، این متغیر الزامی میشه. خب بعد میام اینجا گفتم خب کامن باتم من کلیک خورده شروع بکن دیگه، دیدین با کلیک اینجا داره کلیک رو نشون میده، با کلیک شروع بکن. اولین کاری که میکنی بیا قرار بده اون متغیرم رو برابر با شیت 5، یعنی کجا؟ شیت 5 دیتا تیبل، اسمش دیتا تیبل شماره 5 شیت 5 دات لیست آبجکتش، یعنی توی شیت 5 که دیتا تیبل باشه یه لیست آبجکت باید وجود داشته باشه که اسم اون لیست آبجکت چیه؟ دیتا اینتری تیبل. خب پس نها کنین، من اگه اینجا دیتا اینتری تیبل رو پیدا کنم کل جدول من رو میشناسه و میگیره. و اینجا هم تو ویزیو وقتی که این کد رو مینویسم این کل جدولم رو قرار میده تو متغیری به نام مای تیبل. من میتونستم این متغیر رو تعریف نکنم و هر جا که خواستم از این تیبل استفاده کنم یه چنین کدی رو بنویسم، ولی خب واسه کوتاه‌تر شدن کدم خوب بود که یه چنین متغیری تعریف بشه. خب بعد اینکه تیبلم رو گرفتم گفتیم چیکار می‌خوایم بکنیم؟ بیایم اینجا ببینیم. خب وقتی که متغیرم تعریف شد، اعلام شد، می‌خوام و جدولم رو شناختم، میام جدولم رو ببخشید میشناسونم به وی بی ای. چجوری؟ با ست کردم. گفتم اینو دیگه، ست کردم، شناختوندم جدولم رو به وی بی ای دیگه. اینو با هم صحبت کردیم الان. پس اینطوری من جدولم رو الان به وی بی ای شناختم که گفتم الان مای تیبل یه جدولی هست به نام این جدول که در حال حاضر توی شیت 5 وجود داره. بعد بیا اینجا تصمیم بگیر. خب تو اینجا من میام تصمیم میگیرم که آیا جدول خالی هست یا نیست. میام مینویسم if، اگر. خب به این صورت یه شرطی رو قرار میدم، اگر این شرط درست بود then آنگاه یه چنین کدهایی رو اجرا کن. خب else در غیر این صورت، خب اگر این شرط درست نبود پس else در غیر این صورت این کدها رو اجرا کن و وقتی که تموم شد end if کن. درسته؟ خب پس بیایم ببینیم حالا چه شرطی رو اینجا قرار دادیم. گفتیم if اگر my table جدول من dot درون اون list rows، خب list rows یعنی لیست سطرها، درسته؟ dot شمارش اون یه پروپرتی از اون هستش که حالا نمیخوام با پروپرتی ها آشنا بشین. وقتی که من یه چیزی، یه مشخصه از اون جدولم رو میخوام فراخوانی کنم، از دات دارم استفاده میکنم و میام میگم مشخصه این جدولم رو فراخوانی کن. یه شیی که شما توی وی بی ای استفاده میکنین اگه بخوایم به مشخصش دسترسی پیدا کنین با دات اون رو مشخص میکنین. خب و اینجا من با دات گفتم که لیست روز اون رو پیدا کن. اگر من یه حرف دیگه ای رو میزدم مینوشتم اینجا ممکن بود که وی بی ای نشناسه. پس اینها چیزهایی هستن که وی بی ای میشناسه و اگر شما نمیدونستین که اون میخواستین الان به مشخصه جدول دسترسی پیدا کنین دیگه، خب میومدین توی گوگل سرچ میکردین، مینوشتین که counting the rows of the table in the visio in the excel وی بی ای. خب وقتی که یه چنین چیزی رو تایپ کنین تو گوگل و سرچ کنین میتونین حتما با خوندن اطلاعاتی که تو گوگل هستش این رو پیدا کنین، یا اینکه به هلپش برین. البته متاسفانه از سال 2007 هلپ قوی رو مایکروسافت نداده و از طریق آنلاین ما میتونیم این هلپ رو ببینیم و خب ما رو باید حتما به اینترنت کانکت بشیم و به سایت مایکروسافت کانکت بشیم و اونجا میتونیم هلپش رو ببینیم همینطور که هستش الان داریم میبینیم. و از اینجا من سرچ کنم و پیدا کنم که آقا مشخصه های جدول چیه که من میخوام الان اینجا استفاده کنم ازش. درسته؟
خب من خودم دفعه اول که میخواستم بنویسم بلد نبودم، که اومدم همین دقیقا کار رو کردم و پیدا کردم که چجوری میتونم به مشخصه یه جدول دسترسی پیدا کنم و فهمیدم که مگه بخوام تعداد سطرهای جدولمو بشمارم باید بنویسم که لیست کن روز رو لیست سطرها رو دات، خب لیست سطرها دات شمارش کانتمون مساوی باشه. حالا اینجا اگر مساوی بودیم با صفر میفهمم که رکوردی توی جدولم ثبت نشده و اطلاعاتی تو اون وجود نداره. پس آنگاه بیا چیکار بکن، my data my table dot list rows اد کن یه دونه، پس به لیست روز من به لیست فهرست سطرهای من اد کن یه سطر رو اضافه میکنه. پس این دات من الان میخوام چیکار کنم، بگم یه اقدامی انجام بشه توی این تیبل من، این هم با دات اد انجام دادم و خب این ران میشه و اجرا میکنه و یه دونه ابتدا سطر رو به من اضافه میکنه. خب بیاین تا اینجا رو ببینیم که چجوری عمل میکنه. البته چون اینجا هنوز صفر نیستش، اینجا حالا بزن اینجا رو برسیم، از اینجا به بعد تک تک میبینیم که چجوری داره اکسل اجرا میکنه. خب وقتی که یه دونه سطر رو اد شدش، سپس میاد اینجا my table dot data body dot range رو، خب یعنی چی data body range رو؟ یعنی محدوده بدنه دیتا های من. خب پس توی جدول من محدوده بدنه اطلاعات من رو دات، خب یعنی تو اون محدوده سلول یک رکشو اولین سلولشو برابر با یک قرار بده. خب این یعنی چی؟ یعنی که اگه من اینجا هیچ اطلاعاتی نداشتم، حالا من اینا رو پاک نمی کنم، خب بیاییم هاید کنیم، مثلا اینطوری بودش، خب کلیک راست هاید کنم اینا رو نشون نمیده. خب مثلا اینطوری اگه بودش و این شماره یک بود، میاد این بادیش، بادی همیشه اگه دلیت کنی همیشه تا این قسمتش جدول نمایان هست، میاد تو قسمت بادیش، این قسمت بادیش میشه، این قسمت هیدرشه و این قسمت بادیشه. خب میاد تو این قسمت سلول یک یک و سلول آی یک یکشو برابر با یک قرار میده، خب تو قسمت بادی. بعد خب وقتی که اینو یک قرار داد، اون وقت کال کن data entry my table. خب من اومدم اینجا یه ساب دیگه ای تعریف کردم و اون رو فراخوانی کردم. من اومدم یه private سابی خودم نوشتم به نام private sub، اسمش data entry data underline entry پرانتز باز، ورودی که لازم داره پرانتز بسته، به عنوان چی؟ به صورت یه list object، یعنی یه جدول باید به این ساب خودم بدم. وقتی که اینو واردش میکنم و اینجا وقتی که فراخوانی کردم، میاد این تیبلمو قرار میده این تو، این میادش اینجا میگه این مای تیبل رو بگیر بیا حالا اینجا. بعد خب حالا میرسیم اینو تعریف بکنیم، بریم بعدی رو ببینیم. میاد اینجا به ازای هر یه دونه اطلاعاتی که میخوام وارد کنم و این اطلاعات رو قرار میده، درسته؟ خب پس میام اینجا این ساب خودم رو کال میکنم، یعنی فراخوانی میکنم و این اجرا میشه. وقتی که اجرا شد میاد خط بعدی، میاد روی else. خب یادتونه من اینجا ایفی که تعریف کردم یه شرطی داشت، این شرط یا صحیح است یا صحیح نیست. اگر صحیح بود این خطها انجام میشن و دیگه این خطها اجرا نمیشن و از اونها میگذره و میاد مستقیم به اینجا، ولی اگر این اشتباه بود میاد از else شروع میکنه و این خطها رو اجرا میکنه. خب خط else چجوریه؟ این هم دقیقا مثل همون بالای گفتم، اول یه دونه سطر رو اضافه کن، اینجا به جای اینکه سلز یک و یک رو برابر یک قرار بده، بیا تو my table data body range یعنی محدوده پیکره دیتا های من توی تیبل، سلولی که خب count میکنه اینجا، خب یعنی آخرین سطر من رو پیدا میکنه. وقتی که من count میکنم، بیاین اینجا با هم ببینیم، اینو از هاید در میارم، دقیقا این کار رو انجام میده، میاد اینجا count میکنه کل سطرهایی که entry شده، data entry شده. خب میاد اینجا ناکن کانتو اینجا میبینین 1445 رو، این 1445 رو پیدا میکنه، میگه خیلی خوب این 1445، پس سلول 1445 رو اینجا میذاره، چون کانت کردم عددش برابر 1445 بود. خب بعد این پس سطر من، سطر 1445، سلولی که سطرش 1445 و ستونش، خب ستونش my table list columns، یعنی فهرست ستون هاش، اولیش
دات ایندکسش. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه بیا اینجا ستون اولش رو قرار بده، پیدا کن این ستون اول چیه من هست، تیبل من هستش. ایندکسش یعنی شمارش. خب یعنی میاد اینجا 1445 اول سطر میاد پایین، خب چون اینجا شمرده بودم دیگه، درسته؟ میاد اینجا. خب بعد 1445 رو که دیدی اولین ستونشو ایندکسش که میشه خود یک، اینو پیدا کن. خب ایندکسش یعنی شمارش، پس اینو میذاره اینجا، این میشه یک، این میشه 1445. خب این مساویه با mytable.databodyrange.cells. خب این یعنی این که کانتی که کردی یه دونه قبل تر شمارش رو بگیر تو همون سطر، یعنی یه دونه بالایش اینجا رو بگیر، همون ستون باید باشه، دقیقا همون ستونه، به اضافه یک کن، یعنی 1444 رو، یعنی قبلیشو 1443 رو به اضافه یک کن میشه 1444، درسته؟ خب بعد اینکه این کارو کردی فراخوانی میکنم اون سابی که نوشتم و جلوتر با هم میبینیم. خب بیاییم حالا یه بار اینو ران کنیم، من اینو میزنم اجرا بشه، اینجا ران ساب. وقتی که اجرا میشه دیتا ساب این ببخشید میره تا انتها میگذره و دیتای منو قرار میده، درسته؟ 1445 جومین یعنی 1446 من رکورد با شماره 1445 رو قرار دادش. خب من میخوام به شما نشون بدم که چجوری داری این رو میبره جلو. از یه ابزار به نام دیباگینگ استفاده میکنم. خب دیباگینگ چجوریه؟ من میام میگم آقا تو کلش رو ران نکن، بیا اینجا ناکن موسه من کجا هست، بیا اینجا وایستا. وقتی من این رو ران میکنم همینجا وای میسته. خب پس من اینو میذارم ران بشه، ناکنی این علامت زرده اومد اینجا وایستاد. خب میام اینجا ناکنی، اگه این رو ندیدین میتونین بیاین یا بهش اضافه کنین از طریق ویو toolbars این تیکش رو بزنین. خب تیک این دیباگ رو بزنین اینجا اضافه میشه. خب من اینو میزنم یه دونه گام بره جلو. وقتی اینجا یه گام رفت جلو ناکنین اومده مای تیبل رو قرار داده با دیتا اینتری تیبل شناخته. خب پس ست کرده مای تیبلم رو برابر با این، پس تیبلمو اول شناخت. بعد میخوام الان شرطم رو بسنجم. ناکنین الان به صورت خودکار شما چون کانت رو میبینید موس که بیاد روش بهتون داره نشون میده که مای تیبل دات لیست روز دات کانتش برابر با 1445، پس برابر با 0 نیست، پس این شرط درست است. پس گفتم که اینا نباید اجرا بشن، این خطا نباید اجرا بشن. پس اگه من یک گام برم میپر رو else، پس در غیر این صورت چون 0 نیستش در غیر این صورت این رو حالا یک گام یک گام میره جلو. خب میاد اول مای تیبلم رو دات لیست روز دات یه دونه اد میکنم، من هنوز نزدم بره جلو، اگه بزنم بره جلو اد میکنه دیگه. من ناکنین الان جدولم رو ناکنین 1446 امین رکورد برابر با ردیف 1445 هستش، من الان باید جدولم بشه 1447 امین رکورد ولی خالی چون دارم اد میکنم. پس یه دونه گام میرم جلو، الان میرم دوباره تو تیبلم میبینم ناکنین اینجا ناکنین اندازش اومده تا اینجا یه دونه عد شده و الان رکورد 1447 من آماده است. خب حالا میاد اینجا، حالا میادش بعدی، خط بعدی که میگفتم چیکار بکن، سطر 1400 کانت کرده بودی دیگه، الان کانتش چقدره؟ 1446. خب ناکنه 1446 اینه، در صورتی که این نیستش دیگه. به خاطر چی الان نفهمیده؟ من الان اند کردم این هنوز اجرا نشده، به محض اینکه یه گام برم این میشه 1447، این میشه که همون یکه که یک رو شناخته ایندکسش رو برابر قرار میده با قبلیه، این باید بشه 1447 منهای یک که میشه 1445 و یکمیش یعنی 1445 و یک به اضافه یک، درسته؟ من حالا یه گام میرم جلو اینو. خب ناکنین این شده کانتش 1446. خب اینجا البته این کانتی که کردید درسته چون کل دیتا تیبل من چیزه 1446ه، خود رکوردم 1447 نیست. خب یعنی 1446 من رکورد و این درسته و اینو قرار میده با این منهای قبلیش. خب ولی هنوز دیتایی واردش نشده و فقط ردیف رو شناخته.
خب من یه گام دیگه میرم. الان گفتم چیکار کردم، دیتا انتری رو فراخوانی کردم، پس من باید برم درون این ساب خودم. وقتی که مای تیبل رو توش قرار دادم میرم درون این ساب، نا کنیم پرید اینجا، به اینجا نرسید. خب وقتی که میره اینجا میگه پرایوت ساب دیتا، میخوایم شروع کنیم. یه مای تیبل رو انتری کردیم که دیتا انتری تیبل هم اسمشه، دیتا انتری تیبل اسمشه که من اینجا وارد کردم، چون اینجا اسمش دیتا انتری تیبل بودش. خب میرم گاب بعدی، یه دونه وید نوشتم، وید مای تیبل دات دیتا بادی رنج. خب این یه چیز خلاصه کردنه، یعنی که تمام این سطری که اینجا نوشتم تا جایی که اند وید میذارم، خب تا اینجا اند وید رو میبینین، تا وقتی که این رو میذارم همه اینا با یه چنین جمله شروع میشن، مای تیبل دات دیتا بادی رنج شروع میشن، انگار که من اینا رو گرفتم تک تک اینجا فاکتور اینجا بوده فاکتور گرفتم گذاشتم اونجا. خب پس چیز خاصی نیستش. بعد میرم سطر بعدی. خب تو سطر بعدی میام تک تک ناکن این کانتو قرار دادم 1446 و میاد 1446 و این رکورد ستون دوم رو میخوام، ستون دوم پرسونال نامبر هستش، میام اینجا میگم ستون دومم ناکنین این 1446 my table list columns personal number، اسمشو گفتم ایندکسش کن، این اسم باید با این یکی باشه. حالا متوجه شدین چرا من انگلیسی استفاده کردم؟ به خاطر اینکه تو وی بی ای میفهمه الان personal number سطرم. اگه من این سطر رو حالا جابجا کنم، چون به صورت خودکار اسم عوض نشده و بر اساس این اسم متوجه میشه و بعد ایندکس میکنه، میفهمه که شماره کالمش چنده، که اینجا داره به من میگه شماره کالم دو هستش. خب برابر قرار بده با، مساوی است با شیت دو. شیت دو کدومه؟ فور، درسته؟ دات سلول سلز سه و دو ولیوش، مقدارش دات ولیو. خب پس میرم تو شیت دو، شیت دو که همون فرمم بود، سلول چند؟ سلول سه و دو، یعنی سطر یک دو سه اولی نه دومین ستون، این شماره پرسنلی رو قرار بده واسش. خب و ولیوش رو قرار میدم و به همین ترتیب واسه بقیه موارد، یعنی نیمش، الان با هم میریم جلو، نیمش رو قرار میدم، بعد میام اینجا نام خانوادگیش رو قرار میدم، بعد میام جلوتر همه اینا رو میبرم و دیتای من ثبت میشه و ایف من اینجا از این ساب من میاد بیرون و ایف من تموم میشه و دوباره یه گام میرم، حالا مسیج باکس بده، یه پیام به من بده، دابل کوتیشن، این یه چیزی رو وقتی که پیامی رو میخواین ثبت کنین، یه چیز متنی رو میخواین تو ویو بنویسین، با دابل کوتیشن انجام میدین. خب مینویسم دیتا سابمیتد، که اینو خودم نوشتم و وقتی که میزنم اینو میبینین که پیام من رو هم میده و من اوکی میکنم و وقتی که میزنم از ساب میاد بیرون و برنامه من تموم میشه. خب دیدین که چیز خاصی نبود، ولی خب نکات خیلی زیادی داره که نیاز هست یه دوره آموزشی کامل واسش قرار داده بشه و خب من این دوره رو برای ویدیو قرار دادم و شما میتونید به سایت www.diaco.com مراجعه کنید و این دوره رو واسه ویدیو استفاده کنید. خب حالا من واسه اکسل هم یه دونه جداگونه سعی میکنم بدم، چون شاید نکات ریزی داشته باشه که متفاوت باشن، ولی اگه تا اون لحظه که خواستین استفاده کنین هنوز نیومده بودین دوره آموزشی جدید، میتونین از همون ویدیو استفاده کنین و وی بی ای رو به خوبی یاد بگیرین. خب حالا شما واسه تمرین این دکمه پاک کردن میبینین، این رو اجرا کنین. خب یعنی چی؟ یعنی یه دکمه بذارین که بگه آقا این تیبل من رو بخونه و مای تیبل هم رو آخریش رو دلیت کنه و پیام بده که دلیت شد. ناکنین الان اگه من اینو اجرا کنم میزنه دیتا دیلیت. خب یعنی دیتای آخر من دیلیت شده و این دوره برمیگره به 1445 و قبلیه رو دیلیت کرده. خب این یه تمرین، یه تمرینم که حالا اینجا من بهتون نشون نمیدم، الان این هستش که شما میتونین چیکار کنین، یه دکمه اینجا بذارین رفرش کنین، وقتی که دیتای من انتری شد بخوام گزارشم رو بگیرم، بعد این نمودار من به روز بشه دیگه، من میتونم یه دکمه از همینجا استفاده کنم رفرش واسه این قرار بدم. خب شما همینجا یه دونه دکمه رفرش قرار بدین، البته اینجا من ماکرو نوشتم، از ماکرو هم میتونین استفاده کنین البته، ولی خب میخواستیم با اکتیو ایکس استفاده کنیم. من پاک میکنم، اینو قرار بدین. خب
اینجا یه دونه دکمه به نام رفرش قرار بدیم. ببخشید بازم خارج بشیم، دیزاین مود. خب اینو قرار بدیم با برابر با رفرش. درسته، میخوام یه چیزی باشه اینجا که رفرش انجام بشه و شما این دکمه رو خودتون بنویسین که چجوری میتونیم رفرش کنیم. من اینو مینویسم و خب شما میتونیم مثلا اگر نتونستیم بنویسیم از فایل اکسل کمک بگیریم و یه نگاه بنویسیم، ولی خیلی راحته با یه سرچ کردن تو گوگل به راحتی میتونین این دکمه رفرش رو قرار بدین. ممنونم از توجهی که داشتین. این دوره آموزشیمون به پایان رسیدش. امیدوارم که اکسل رو به خوبی یاد گرفته باشین. در حال حاضر اگر تمام تمرینات رو انجام داده باشین و با ما پیش اومده باشین، میشه گفت که حدود 60% از اکسل رو یاد گرفتین. 30% ابزارات و امکانات اکسل هستش که یاد گرفتین. 30% هم ایجاد خلاقیت در اکسل، چون بقیه اکسل واقعا خلاقیت تا 60% مون. و حالا 30% دیگه هم ابزارهای و ترفندهای اکسل هستش که انشالله با هم یاد میگیریم و شما رو تا حد 90% با VBA و ترفندهای اون میرسونیم. ممنونم از توجهی که داشتین. امیدوارم که موفق و پیروز باشین. خدا نگهدارتون.